به نام خدا و با عرض سلام، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پس از بازشماری 7 ولایت که تاکنون نزدیک به 5 ولایت رو به اتمام است، به سوی اعلام نتیجه ابتدایی خواهد رفت. اما ثبات همگرایی خواهان بازشماری آرا در 27 ولایت است که در آن ناظر نداشت و در کنارش خواهان روشن شدن قضیه 300 هزار رای. ما به کجا می رویم و آیا واقعا ممکن است که به این زودی نتیجه اعلام شود؟ و اگر با وجود مخالفت ها نتیجه ابتدایی اعلام شود، واکنش ها چه خواهد بود؟ در نخست گزارش. پنجشیر، بغلان، تخار، بدخشان، جوزجان، سرپل و فاریاب 7 ولایت شمال و شمال شرقی کشورند که با تکمیل بازشماری آرای این ولایت ها نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلام می شود. 2 روز از روند بازشماری آرای این ولایت ها مگذرد، اما هنوز تنها نتیجه بازشماری ولایت پنجشیر به مرکز ملی جمع‌بندی نتایج رسیده است. نتایج بازشماری آرای 6 ولایت دیگر هنوز به کمیسیون مستقل انتخابات نرسیده است. دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که بازشماری آرا تا 2 روز دیگر در ولایت‌های فاریاب، بدخشان و بغلان تکمیل خواهد شد. چه په بغلان کې به زمونږ کار یو څه وخت ونیسی، کله چې دغه بغلان کار ته سره کیږي نو دغه نو وروسته یو یا 2 ورځې نور ضرورت لرو چې موږ ټول تخنیکی کارونه تکمیل او کلی گزارش د دغه ولایتونو د کمیسیون میست وړاندې کړو. با تکمیل بازشماری و انتقال رای ها به مرکز ملی جمع‌بندی نتایج، نتیجه ابتدایی انتخابات اعلام خواهد شد. معاون کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می کند که روند بازشماری آرا در ولایت های جوزجان، سرپل، تخار و پنجشیر تکمیل شده است. انشاءالله در یکی 2 روز بخیر می 3 ولایت دیگم که مانده، فاریاب و بدخشان احتمال به احتمال زیاد که امروز تکمیل شوه و فردا یا پس فردا هم ولایت بغلان هم کارش خلاص شوه و برای ما مواد برسه. یک روز ما هم اجازه ضرورت داریم که طی مراحل بکنیم، بعدا انشاءالله نتایج ابتدایی خواهد اعلام. اما برخی نهادهای ناظر انتخاباتی از عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد می کنند که از مشاهدان آنان برای نظارت در روند بازشماری شماره از ولایت ها دعوت نمی شود. یعنی بررسی های ما در 27 ولایت هم که نشان می دهد چیزی که برای ما هم کارها راپور دادن که میسیم مستقل انتخاب بسیار کار نبوده، یا در بعضی ولایت ها مثلا تخار اصلا مشاهدین خواسته نشده، بیشتر از تکت های انتخاباتی ها دعوت کردن، از ناظرین کاندیدا دعوت کردن، برای نهادهای مشاهد فرصت ندادن. تخار برتون میگم، اما قسم ولایت های دیگه در 27 ولایت هم بوده که مثل تخار برخورد کردن و این خود نشان میده که کمیسیون مستقل انتخابات در بعضی حالات متاسفانه همکار شفافیت نبوده. دسته های انتخاباتی هنوز بر موقف گیری های پیشین خود با فشاری دارند. دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی خواهان بازشماری مجدد 27 ولایت است و اما دسته انتخاباتی دولت ساز بر اعلام هر چیز زودتر نتیجه ابتدایی انتخابات تاکید دارد. تا زمانی که بازشماری مجدد در حضور داشت ناظرین ما صورت نگیره، نتایج بر ما قابل قبول بوده نمیتونه. کمیسیون در تاکنو خپلواک کمیسیون در قانون پر اساس او در داخلی طرز العمل پر اساس باندې خپل چارې پر مخ باندې بوزي، اجازه ورنه کی هغو اشخاص ته چې دوی یو ځل بیا غواړي پروسه په ګروګان کې ونیسي او د ابتدایي نتیجو مخنیوي وکوي. نزدیک به 3 ماه از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مگذرد، اما هنوز روز اعلام نتیجه انتخابات روشن نیست. بیشتر صحبت میکنیم در این رابطه با مهمانان ما، جناب آقای مرتضی اشراق، سخنگوی ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی، آقای شاهزمان فروزان، سخنگوی ستاد انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی و همچنان آقای مصطفی آریا، سخنگوی ستاد انتخاباتی دولت ساز. مهمانان گرامی خیلی خوش آمدین. جناب اشراق، از روند جاری بازشماری چقدر راضی هستین و کلانترین نگرانیتان چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. درود احترام دارم خدمت مهمانان حاضر در برنامه، آقای فروزان و آقای آریا و همچنان شما و بیننده‌های عزیز شما. در ارتباط به بازشماری که شروع شد از روز یکشنبه هفته جاری که امروز تقریبا وارد 3 روز خود شده، ما به هر حال رضایت خود را داریم، ولی متاسفانه در برخی موارد حالا ما شاهد عدم حضور نهادهای مشاهد یا ناظر ملی هستیم.
متاسفانه این می برنامه ها در اونجا اتفاق افتاده، حالا مشخص نیست که اینا دعوت نشدن، البته مشخص نبود دعوت نشدن یا ای که خودشان حضور نیافتن، ولی در این گزارش که شما پیشتر نش کردیم ما شاهدی بودیم که خود اونا گفتن که اصلا دعوت نشد. حالا برخی سطح نگری ها را ما از طرف کمیسیون انتخابات در این یک چنین مواردی هستیم، اما در کل در این بخش درست است. و یک نکته دیگر که من خدمت شما یادآوری بکنم که در جریان همین مدتی که ما تحریم کردیم پروسه بازشماری آرا را، برخی ها ما را متهم ساختند که اینا تقلبات را کردن، به مو دلیل در 7 ولایت نمیگذارن که بازشماری آرا صورت بگیره، هرچند خب پروسه خود بازشماری یک روند باطل بود و بی اعتبار. اما در ولایت پنجشیر که ما مجموعاً 18000 رای داریم، از 18000 رای فقط 7 رای مشکوک بوده که به ابطال رفته از 18000 رای، که اون حالا امیدوارم دلایل هم و 7 رای مشخص شوه و این نشانگر صداقت ماست، نشانگری است که ما به آرای مردم افغانستان اعتقاد داریم، اعتماد داریم، به تصمیمشان باور داریم و از تصمیمشان و از ارادهشان در همه مواقع و همه موارد دفاع هم. مردم افغانستان خیلی منتظر ماندن به خاطر اعلام نتیجه. آیا ممکن است که مثل 7 ولایت شما در رابطه به 27 ولایت هم انطاف نشان بتین و به خاطر زودتر اعلام شدن نتیجه از بازشماری بگذارین، و یا نه شفافیت مهم است؟ شفافیت مهم است، چون شما پیشتر اشاره کردم ما تحریم کردیم بازشماری آرا را به این دلیل که این بازشماری آرا قانونی نبود. کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد به صراحت گفت که بازشماری که شما میکنین قانون نیست، مکتوبش شما دارین، اما مکتوبی رو که نشر کرده. و دلایلش هم مشخص است که مثلا ما در قانون و در طرز العمل ها به صراحت داریم برخی از آرای خارج از زمان بی اعتبار هست. مثلا فقط همین آرای خارج از زمان را وقتی ما در نظر بگیریم بی اعتبار هست. وقتی آرای بی اعتبار میره وارد اطلاعات میشه، وارد آرای معتبر میشه، بعد بازشماری هم از همین زاویه شروع میکنن، اینا کار میکنن که اینمی 102000 رای مثلا آرای معتبر هست، ما بازشماری میکنیم. یعنی مشکلات بسیار عدیده رو به بار آورد و آرای بی اعتبار فرق میکنه با آرایی که قابل ابطال هست. آرای بی اعتبار دیگه نباید در معرض ارزیابی قرار بگیرد، چون قبلا به اعتبار شناخته شده مطابق به قانون، مطابق به طرز العمل. اینا بعد اینا رو وارد برنامه کردن و ما هم به مو دلیل پروسه بازشماری رو تحریم کردیم. حالا بنا به عدم و دلایل خیلی زیادی است که من اشاره نمیکنم، بنا به این دلیل لازم هست که بازشماری اثر شوه و این کار دوباره صورت بگیره. چنانچه یک مثال دیگر خدمت شما عرض بکنم، ناظرینی که نظارت کردند از ناظرین ملی همین 27 ولایت را که بازشماری صورت گرفته تا به حال، در بایومتریک 50 رای آمده، رای پروسس شده، اما نتیجه ریزلت شیتی را که اینا بیرون کردن، ریزلت شیتی که بیرون شده پس از بازشماری 250 رای است. ای بخواهیم نخواهیم مکلف هستیم که بریم سراغ بازشماری مجدد و سراغ یک بازشماری درست و واقعی. تشکر. یک مورد دیگه هم خدمت شما میخوایم به عرض برسانم که تا به حال اینا خیلی کمیسیون انتخابات ای که نتیجه ابتدایی را اعلام نمیکردن متهم ما را میکردن که اینا به گروگان گرفته، اما دیشب شما در یکی از رسانه های معتبر کشور مشاهده کردین که یکی از کمیشنرها در مورد عدم بازشماری شدن 500 محل رایدهی، 500 صندوق فکر می‌کنم، 500 صندوق هیچ حرفی برای گفتن نداشت. تا به حال غیر از این 7 ولایت 500 صندوق دیگه اصلا تا به حال مورد بازشماری قرار نگرفته، محلاتی که باید بازشماری میشد. پس یک سلسله بهانه‌های واهی را اینا روی دست گرفتن و متاسفانه یک چنین مشکلاتی را به بار آوردن که پروسه انتخابات را دچار اشکالات عدیده ای ساخت. ممنون. آقای فروزان، شما خواستار تصفیه کلی آرا هستین و به یک نحوه به تمام روند مشکوک هستین. چی کردین؟ پیشنهادایی که برای کمیسیون داشتین انتظارتان برآورده شده؟ بسیار تشکر امینی عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما، شرکای بحث در پنل و تمام بینندگان خوب تلویزیون یک. به چند نکته بسیار به گونه گذرا میخوام اشاره بکنم. بحث اول است که در انتخابات آنچه مهم است شفافیت هست
و آنچه مهم است اصول مدیریتی یک انتخابات مطابق میکانیزم های تعریف شده ملی و بین المللی است. متاسفانه تمام اصول مدیریتی یک انتخابات سالم و قابل قبول برای همه، هم برای ملت افغانستان، هم برای شرکای انتخاباتی و هم حداقل برای کمیسیون انتخابات، با تاسف فراوان باید عرض بکنم که تمام اصول مدیریتی را اینا زیر پا کردن و نتانستن که مطابق 5 تا اصلی که در انتخابات بسیار مهم است و در واقع ماهیت و جان کار کمیسیون انتخابات را این 5 اصل شکل میده عمل بکنن. در قسمت سوال شما باید بگویم که ما 2 تا خواست بسیار مشخص و روشن داریم. یکی این که تمام محلاتی که در روز انتخابات باز گزارش شده و مراکزی که باز گزارش شده، اینا باید از ابتدا تا آخر با شماری شود. چرا اینا از ابتدا تا آخر با شماری شود؟ شما شاهد بودید که کمیسیون انتخابات در ابتدا اعلام کردن 2.7 میلیون حضور اشتراک کننده هاست، بعد آمدن گفتن 1.7 میلیون. شما از 1.7 میلیون 3,07,842 رای را بکشین، اونجا کمتر از 1,300,000 رای میمانه. بنابراین این اشتراک کننده حقیقی بوده در انتخابات و ما میخواهیم که آرای پاک و شفاف مردم افغانستان این بار تعیین کننده زعیم سیاسی افغانستان باشد. بدین منظور باید مطابق قانون و مطابق کارشیوه ها و اسناد تقنینی مربوط به انتخابات عمل شود و تمام آرای ناپاک و آرای تقلبی و جعلی و خیالی تصفیه شود و آرای پاک مردم افغانستان محاسبه شود و مردم افغانستان یقین بکند که آرای پاکشان محاسبه شده. به این دلیل که تقلبات بسیار گسترده و وحشتناک صورت گرفته ایجاب میکند که مطابق قانون از ابتدا تا آخر کل آرا با شماری شود. اما باورها باید است که کمیسیون مستقل است و نباید شما و دسته های انتخاباتی برش دکته بکنین و دستور بتین که چی کار بکنه و چی کار نکنه. اگر خواست شما برآورده نشه، واکنشتان چی است؟ برنامه‌تون چی است؟ بحث دکته و اینا مطرح نیست. ما میخوایم بگویم که کمیسیون انتخابات صلاحیت و مسئولیتش در قانون و در کارشیوه های حقوقی و اسناد تقنینی تعریف شده، مشخص است، واضح است، صلاحیت دارن، مسئولیت دارن، مطابق قانون باید کار بکنن. خواست ما تطبیق قانون است. خواست ما است که رأی را که قانون برش اعتبار داده، رأی را که طرز العمل برش اعتبار داده، 7 تا مشخصه داره، اون رأی باید محاسبه شود. همین ظرفیت، همین ظرفیت تعیین کننده زعیم آینده ما باشه. همین ظرفیت و اراده در کمیسیون وجود داره؟ در کمیسیون اگر چنین ظرفیت و اراده وجود نداره، به معنای ایست که قانون را زیر پای میکنه، به معنای ایست که اسناد تقنینی را زیر پای میکنه. و خواست ما ایست که باید در تمام مواردی که در افغانستان، در تمام موضوعاتی که در افغانستان اتفاق میفته، حاکم باشد قانون و در اینجا هم قانون و طرز العمل ها و لوایح باید حاکمیت داشته باشد. باید، نه اینکه افراد و فرد و سلیقه باید باشه. اما تا به حال آمدیم، قرار است دیگه 4-5 روز بعد بریم به طرف اعلام نتیجه ابتدایی. ظرفیت و اراده وجود داره به خواستای شما؟ ببینید، ظرفیت که اگر منظور شما از ظرفیت کارمندای کمیسیون انتخابات باشد، خب کمیشنر داره کمیسیون انتخابات و کمیشنرها هم الا ماشاءالله امتیاز بسیار بزرگ و بالای میگیرن، محافظین بسیار امتیازات بالای میگیرن و وقتی کسی امتیاز بالا میگیره، ملت از او توقع داره که کار درست و کار بالا مطابق قانون انجام بده. بسیار که شما میگین که شما چی خواد کردین. ببینید، شما ما یک چیز رو میخوایم بسیار واضح عرض بکنیم که از رأی پاک مردم افغانستان این بار محافظت میشه و مردم افغانستان از رأیشان محافظت میکنن و ما در کنار مردم افغانستان، رهبری تیکت انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی در کنار مردم افغانستان استاد است و برای احقاق حقوق مردم افغانستان مبارزه جدی خواهد کرد. سپاسگزارم جناب آریا. خواستایی که حالا از سوی ستاد انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی مطرح میشه با یک نحوه هشدار است، باید تمام روند از سر تصفیه شود. آنچه که برمیگرده به تصمیم دولت ساز و امیدواری دولت ساز، شما چی میکنین؟ واقعا خواست شما چی است که بریم دوباره به تصفیه و یا نه بریم به طرف اعلام نتیجه؟ به نام یاد خدا خدمت شما مهمانان حاضر در بحث، جناب اشراف صاحب، جناب فروزان و همه توربینندگان عزیز، شما سلام تقدیم میکنم.
ببینید دسته انتخاباتی دولت ساز هم قسمی که میدانین از آغاز و پیکارهای انتخاباتی ما به عنوان یکی از مدعیای پیروزی در انتخابات وارد کارزار شدیم و مردم افغانستان در شش میزان آمدن پای صندوق های رای و دسته انتخاباتی را که شعارش خدمت بر مردم بود، شعارش تصمیم در کشور بود، نه اینکه تقسیم کرده باشه کشور به شمال و جنوب و شرق و غرب، مردم به این دسته انتخاباتی رای دادند. شش میزان بر اساس قوانینی که خود کمیسیون داشت، اینا به خاطر تامین شفافیت در انتخابات، دقت و سرعت در انتخابات ریاست جمهوری، اینا از دست بر بار اول از تکنولوژی در انتخابات ریاست جمهوری استفاده کردند. مردم آمدند در شش میزان رای دادند. متاسفانه کمیسیون تقویمی را که خودش اعلام کرده بود، یکی نه که دو باری تقویم را نقض کرد و یکی از بزرگترین شکایتی را که ما در مقابل کمیسیون داریم و ابو شکایت کردیم که ما با کمیسیون هم شکایت حتی ثبت کردیم، یکی از مواردش همی بود که کمیسیون دو مورد تقویم را نقض کرده. و نقض تقویم گرچه عوامل متعدد داره، یکی از بزرگترین عوامل از این مداخله سریع تکت های انتخاباتی در عموم انتخابات بود. زمانی که ما میایم به یک پروسه دموکراتیک، ما نهادهای تعریف شده داریم. کمیسیون مستقل انتخابات جایگاهش و کارکردش و عملکردش بسیار واضح تعریف شده در قانون. اونا برگزار کننده انتخابات هستن، مدیر انتخابات هستن. حالا مردم آمدن در شش میزان رای دادن. کمیسیون باید تقویم را در بار اولش نقض نمیکرد. متاسفانه همین تسلیم شدن کمیسیون بر فشارهایی که از طرف دسته های انتخاباتی وارد شد و دسیسه هایی که از آغاز پیکارهای انتخاباتی تا امروز تیم ها داشتن و بعد از شش میزان که اینا بیشتر متوجه شکست خودشان شدن و به این دسیسه ها شدت بخشیدن، موارد متعددی را آوردن اینا وارد ساختن. بعد دو هفت ولایت را بستن. بعد از اینکه فشارها بالای تیم بیشتر شد، هفت ولایت را اجازه بازشماری دادن. حالا 27 ولایت دیگر را بهانه میگیرند، در حالی که بر اساس قانون کمیسیون در امروز روزی که میخواست بازشماری بکنه با تمام دستای انتخاباتی اینا از طریق واتساپ و از طریق ایمیل اینا حتی مکتوب فرستادن که شما بیاین در بازشماری آرا سهم بگیرین. حالا تیم های دستای انتخاباتی که در بازشماری 27 ولایت حضور نداشتن، دسته انتخاباتی دولت ساز و همینطور دسته انتخاباتی آقای جلیلی و جمعی از ناظرین نهادهای ناظر انتخاباتی حضور داشتن. حالا کمیسیون انتخابات قرار نیست که یک کمیسیون سفارشگیر باشه، هر کسی را به میلش کار بکنه. مداخله در امور کمیسیون نقص سری ماده ده قانون انتخابات است. فشار آوردن و درز نفوذ در میان در کمیسیون نقض سری ماده 18 قانون انتخابات است که متاسفانه دسته های انتخاباتی امی قاعده را احترام نگذاشتند. یک مورد دیگه هم است که مردم میپرسند که کمیشنران کمیسیون به عنوان مدیران و کسانی که باید روند رهبری کنند در میان خود اختلاف دارند، که بسیار رسانه‌ای هم شد. با وجود که آقای فروزان اشاره کردند که نزدیک به 1.5 میلیون رای غیر شفاف است و غیر معیاری است و میتونیم بگوییم که باطل است، چطور شما امیدوار هستین به کارکرد کمیسیون؟ چی شما را خوشبین ساخته؟ ببینین، ما بارها گفتیم که در بعضی از مسائل ما از کمیسیون شکایت هایی داشتیم که ما کتبی به کمیسیون هم شکایت فرستادیم. بعضی که اینا مدیریت نتونستن بکنن، مشکلاتی در کارها وجود داشته، ای که تقویم را نقض کردن. ولی آماری را که دوستان میگن، ما بارها گفته بیر مردم افغانستان هم مطمئن هستن متوجه شدن که ما چیزی به نام رای تقلبی و رای ابطال شده نداریم. اما پروسه ابطال هنوز اصلا کمیسیون نتیجه ابتدایی را اعلام نکرده که باز اونجا اینا بیاین بر مردم افغانستان بگیم ابطال. ما در این دور انتخابات رای معتبر و غیر معتبر داریم و رای غیر معتبر رای است که بایومتریک نشده و این سراسری هست در تمام کشور. از تلاش برامی بوده 700,000 رایی که باطل شد، تلاش برمی بود که می غیر رایا معتبر شود. چه کسان نمی را میخواستن معتبر بسازن؟ چرا شما خوشبین هستین؟ واقعا کم نیست، 700,000 است. بس ای که کسای میخواستن این را معتبر بسازن، خوب او مشخص هست که میسون در این قسمت صراحت داره. ماده 19 بند 2 ماده 19 قانون انتخابات که رای بایومتریک قابل اعتبار هست. هر رایی که بایومتریک نباشه او معتبر شمرده نمیشه. کسایی هم که تلاش میکردن ممکن بس چنمی بوده که در شش میزان اگر مردم افغانستان اومدن رای دادن، کمیسیون اگر امکاناتش هست، اگر قانون اجازه از این کار میده، کمیسیون بیاید امی رای بشماره. حالا بنا فرد تیمی که است، ولی خب ما دولت ساز از آغاز تا به امروز بس چنمی بوده که در برای تامین شفافیت انتخابات کمیسیون هر گزینه را که انتخاب میکرد ما از او استقبال کردیم. شما یک مورد هم شاهد نیستین که از آغاز پروسه، از آغاز روند تا به امروز ما در هیچ مورد بر کمیسیون فشار وارد کرده باشیم، بر کمیسیون مداخله کرده باشیم. و ما توقع ما همی است که کمیسیونی با اجازه نتا که باز دستای انتخاباتی این روند را به گروگان بگیرند. ممنونم. ادامه برنامه پس از مکس کوتاه.
دوباره خوش آمدید. جناب اشراق، اگر بپردازیم به بحث 300 هزار رای، کمیسیون آیا بر مکتوبایتان و یا برتان مکتوب جواب فرستاده که چی تصمیم میگیره در رابطه 300 هزار رای؟ ببین، در ارتباط با اینکه پیشتر آقای آریا گفت اینا یک دور بازشماری را غایب بودن و چرا باید غایب باشه، نباید باشن، یک سلسله مسائل دیگر، یک پروسه قانونی شمردن بازشماری را. ببینین، در یک پروسه غیر قانونی هیچ لزومی نداره که یک تکت انتخاباتی که به هر حال ادعای برنده بودن را داره، ادعای پیشتاز بودن را داره، لزومی نداره شرکت بکنه. به چه دلیل این پروسه بازشماری بی‌اعتبار بوده؟ ببینید، در بخش آرای بی‌اعتبار، وقتی رأی بی‌اعتبار میگیم یعنی دیگه او حرف و حدیثی نمیشناسه، مطابق با قانون بی‌اعتبار است، او در جا کنار زده میشه، مثل ما 700 هزار رأی که کنار زده شد، هیچ بحثی را نطلبید. درست است؟ ببینید، در صفحه 3 بخش بی‌اعتبار شناختن اوراق رأی، بند 4، ورق رأی دارای تصدیق بایومتریک تصدیق آن خارج از وقت رأی دهی چاپ شده باشد، این آرا به اعتبار هست. وقت رأی به اعتبار هست، مثل اون 700 هزار رأی که خود رئیس کمیسیون انتخابات اعتراف میکنه کنار زده باید شوه، باید کنار زده شوه بدون هیچ گونه بحث. یک مورد. مورد دوم، خود کمیسیون انتخابات در طرز عمل خود فیصله کرده که بازشماری آرا تحت نظر متقلبین به هیچ وجه صورت نمیگیره، کسانی که تقلب کرده. ببینین، افراد مشخصی، تعداد زیادی از افراد تقلب کردن. وقتی خود رئیس کمیسیون انتخابات اعتراف میکنه که ما 700 هزار رأی را باطل کردیم، یعنی که در این 700 هزار رأی که در حدود یک سوم کل آرا هست در حال حاضر، این 700 هزار رأی کسانی بودن که این را تقلب کردن. درست؟ کی؟ کدام رئیس مثلا ولایتی؟ کدام معاون ولایتی؟ کدام رئیس زون؟ کدام رئیس بخش؟ به پنجه قانون سپرده شده. اینا مطابق به طرز عمل اینها باید به پنجه قانون سپرده شوه و بازشماری آرا در یک فضای شفاف زیر نظر افراد صالح. این هفت ولایت چطور است؟ هفت ولایت رو خب با او میرسیم. زیر نظر افراد صالح باید صورت بگیره این کار، مطابق به فیصله های خود کمیسیون انتخابات. شما به عنوان یک رسانه معتبر خبری را دارین که کسی را به سارانوالی فرستاده باشه از مسئولین که در اینجا در 700 هزار رأی تقلبی نقش داشته؟ ندارین. درست؟ تا وقت اینا به سارانوالی معرفی نشده، دستش از کار گرفته نشده، آیا لازم هست مطابق به فیصله کمیسیون انتخابات ما بریم با شما را زیر نظر همین افراد متقلب شروع بکنیم؟ که لازم نیست. دو نکته. نکته یک سوم. مورد دیگه جناب اشراق، که شما گفتین باید بحث 300 هزار رای حل شوه، بعد از اون میریم بازشماری. حل نشد، رفتیم بازشماری افولایت نمیگذاشتین، چرا؟ ببینین، ما یه هفت ولایت را بنابر اتهاماتی که وارد شده بودن که اینا تقلب کردن، یک، ما این کار را کردیم. دوم، بنابر وعده ای که کمیسیون شکایات انتخاباتی به مردم افغانستان سپردن که آرای خارج از زمان باطل هست، این را صراحتاً در کنفرانس مشترک که داشتن کمیسیون شکایات انتخاباتی گفتن که آرای خارج از زمان باطل است. یک. دوم، آرایی که معلومات بایومتریکی نداره مطابق با قانون و مطابق با طرز العمل باطل است. دو. سوم، ما فقط خواستیم حسنی نیت خود را در این مورد نشان بدیم که ما نمیخوایم بنبست در کار کمیسیون انتخابات به میان بیاریم، ما فقط در صدد این هستیم که مطابق به قانون رفتار صورت بگیره. حالا شما آقای اشراق میگین که ما وعده گرفتیم که بحث 300 هزار رای حل شوه، اما در کنارش میگین حسن نیت، یعنی نمیفهم. ببینین، یکی ما حسن نیت اینجا داریم، مطرح کردیم با حسن نیت که پروسه انتخابات که اینا ادعا میکردن که همه نتایج ابتدایی معطل از اینه میست، در حال که 500 صندوق باقی مانده بود بدون بازشماری. یک. پس اگر اینطور باشه میریم دیگه به طرف اعلام نتیجه با می 300 هزار رای قبول میکنن؟ باید 27 ولایت دوباره دیگه حسن نیت نشان نمیتین شما؟ بنا به دلایل. ببین، یکی، اونم افراد باید کنار زده شوه. در این 27 ولایت بیشترین تقلب صورت گرفته، یعنی 300 هزار اکثرا 99% مربوط به اینمی 27 ولایت است. یک. دوم، ما 250 برگه بازشماری آرا بدون فیصله کمیشنران کمیسیون انتخابات داریم که توسط
رئیس دارانشای کمیسیون انتخابات فقط به قندهار فرستاده شده. یک کار کاملا غیر قانونی است. دوم، بیش از 15 فرمه به کاپیسا فرستاده شده. در پکتیا دو بار بازشماری شده بطابق به گزارش یکی از تلویزیون‌های معتبر افغانستان تولو نیوز، و در این مورد یعنی دو بار بازشماری شده در پکتیا. دو کمیسیون هم در این زمینه دوچار چالش و اختلاف نظر هم میشه. تشکر. وقتی یک پروسه بازشماری اول خودش به اعتبار است، دوم با یک چنین مسائل و سوالات بسیار سنگین و وزینی روبرو هست، این چطور ممکن است قابل قبول باشه؟ بنابراین در گام نخست باید کارمندان که در 700 هزار رای، در تقلب 700 هزار رای نقش دارن، کارمندان اصلی باید به پنجه قانون سپرده شوه و با شماره در درست جای درست صورت بگیره. 250 برگه رای که به قندهار فرستاده شده وضاحت داده شوه. در پکتیا چرا دو بار بازشماری شده؟ وضاحت داده شده. در ننگرهار گمانه‌زنی ها و برنامه های گنگی که وجود دارد، صداهای آقای مل موجود است. در ننگرهار و چند ولایت دیگر میگه که زنگ میزنه برش که اینجا مثلا تفاوت آرا 20% است. تفاوت 20% است. میگه به یک رقمی برابرش کنید، اصلا بازشماری صورت نگرفته. سپاس. اصلا پروسه مسخره، پروسه‌ای که به هر حال اینا تصمیمشون را گرفته که بر اساس یک تقلب پیش بره. ولی ما این را نخواهیم گذاشت و باید آرا و اراده و تصمیم واقعی مردم افغانستان رویش حساب شد و به کرسی بشینه، نه آرای تقلبی اینچنینی که پر از سوال و حرف و حدیث و این گونه مسائل هست. ممنونم. جناب فروزان، سازمان ملل هم خواستار پذیرش نتیجه انتخابات از سوی طرف ها شده. شما با کدام ابزار میرین مردم و یا نهادها را مجبور میسازین که بریم به طرف تصفیه دوباره؟ و اگر این امر صورت نگیره، فکر کنین که صورت گرفت، واقعا طرف های دیگه قبول میکنن خواست شما را؟ بحث مجبوریت و اجبار مطرح نیست، بحث تطبیق قانون مطرح است. ما فقط تطبیق قانون رو میخواییم و از تمام کشورهای زیداخل در قضایای افغانستان هم جدا تقاضا داریم که طرفدار شفافیت در افغانستان باشد. و این بار زعیم سیاسی افغانستان برآمده از آرای پاک مردم افغانستان باشد. شما سناریوی 2014 را یک بار ببینید و مشکلاتی که امروز دامنگیر افغانستان است برآمده از همون سناریوست. بحرانی را که امروز شما در افغانستان مشاهده میکنید، حتی بحرانی که تمام وضعیت سیاسی افغانستان را فرا گرفته، وضعیت امنیتی را میبینید، وضعیت اقتصادی را متاسفانه بسیار شکننده است میبینید، فرار مغزها که شدیدترین آسیب به پیکر افغانستان میزنه شما میبینید، مهاجرت ها را شما میبینید، تمام این بدبختی ها و این بیچارگی ها و گرسنگی و فقر را که مردم افغانستان میکشه به دلیل همان اشتباهی بود که در 2014 انجام دادن. ما میخواهیم از شورای نامزدان پرسیدیم، اونا گفتن که ما خواستار یک حکومت مشارکتی هستیم. شما به عنوان یک طرف اگر همین خواستتان پذیرفته نشه، گزینه حکومت مشارکتی را میپذیرین و آماده هستین برین یک بار دیگه همین روند؟ ببینید شما، ما میخواهیم مطابق قانون بحث کنیم و نمیخواهیم زیاد بحث سیاسی مطرح باشه. عملا کمیسیون انتخابات در یک بنبست قرار داره. واقعیتی است، ملت افغانستانی رو میفهمه، درک میکنه. بنبستی که اینها خودشان برای خودشان ایجاد کردند، اسناد تقنینی که مربوط به انتخابات میشد در نظر گرفته نشد متاسفانه. شما ببینید اوراق نتایج یک محل به آدرس ده ها محل ثبت شده، اما دید شماست که کمیسیون در بنبست است، اما قرار است که فردا پس فردا نتیجه اعلام شود و ثبات همگرایی مجازه بازشماری داد. ثبات و همگرایی موقفش مشخص است، میگن که ما 27 تا ولایت باید از ابتدا تا آخر بازشماری شود، عین موقفی که ما داریم. اینا کمیسیون انتخابات گفته بودن ما تصفیه کامل میگیم، اینا باز شماری. ما مخالف 8000 محل بودیم، کمیسیون انتخابات میگفت تصفیه شوه، باز شماری شوه. چرا؟ به خاطر که اینجا بحث باز شماری مطرح نبود، اینجا بحث اعتبار دادن و مشروعیت دادن به آرای تقلبی مطرح بود که اضافه تر از 3 لک رای هست. من شب خواب خدمت شما عرض کردم ما طرفدار باز شماری و تصفیه کامل بودیم و هستیم، به خاطر که شفافیت به گونه کامل تامین شوه. مهمترین بحث در انتخابات شفافیت است. شفافیت چیست؟
شفافیتی است که نهاد برگزار کننده که عبارت از کمیسیون انتخابات باشد باید یک یک رای برای مردم افغانستان و برای شرکای انتخاباتی حساب بده، از کدام مرکز، از کدام محل، از کدام ولایت، از کدام ولسوالی چقدر رای در نفع کدام کاندید، در ضرر کدام کاندید، تمام اینا باید بسیار مشخص و واضح و روشن باشه. این شفافیت میگه دیگه. این که شما قانون نادیده بگیرین، اسناد تقنیر نادیده بگیرین، شفافیت نیست. ببینید شما از نظر ارقام بایومتریک وقتی شما در کمیسیون انتخابات ببینید مثلا صدها و ده ها محل هست که به رویت ارقام بایومتریک نتیجه در اونجا صفر گزارش شده، اما در لیزرشید نوشته شده در هر کدام از این محلات آرای بسیار سرسام آوره. خب این نشان میده که در اینجا یک تقلب بسیار مهندسی شده که واقعا اضمحلال جمهوریت دموکراسی و مردم سالاری رو در پی داشت. انتخابات با این تو یک تقلب سازمان یافته مواجه بود، اما راه بیرون رفت از بحران ببینید شما در وضعیت قرار داریم که متاسفانه به شدت شکننده است. انتخابات به بنبست رسیده و از طرف دیگر حکومت افغانستان هیچ نوع مشروعیت حقوقی و مقبولیت قانونی نداره. بنابر این تنها راهی که میمانه و طرح عبور از بحران ایجاد یک حکومت و یک اداره موقت است تا اینکه ما بتانیم سرانجام با این اداره هم افغانستان به صلح برسه، گفتگوهای صلح به یک نتیجه برسه و هم یک انتخابات حکومت زمینه را بر یک انتخابات مساعد بسازه که انتخابات شفاف، همشمول، ملی و فراگیر باشد و در نتیجه این انتخابات و برایند این انتخابات زعیمی که انتخاب میشه برآمده از آرای مردم و منبعث از اراده مردم افغانستان باشد. تا زمانی که ما چنین یک نظام را نداشته باشیم افغانستان نه به توسعه میرسه و نه متاسفانه مشکلاتش حل میشه. شما دو گزینه متضاد مطرح میکنید، یکی که باید تصفیه شود و آرا روند دموکراتیک او از سر گرفته شود و یکی دیگه بحث ائتلاف و هم دیگر پذیریه که ما تجاربش زیاد داریم ولی نتیجهش معکوس بوده و منفی بوده. چی میکنین شما بالاخره؟ هم تاکیدتون چی است؟ اگر رأی شما بر اساس اعلام کمیسیون بلند باشه بازم به میخواستتان تن میتین؟ ببینید شما هیچ گاه تناقض و تعارض نیست. من خواست ما است که ابتدا تمام آرا و تصفیه کامل صورت بگیره، آرای پاک از ناپاک جدا شوه و انتخابات نتیجه بده. چرا؟ به خاطر که انتخابات بهترین بدیل از نظر ما برای انتقال قدرت است. انتقال مشروع قدرت بهترین راهش انتخابات است. یک، وقتی انتخابات به بنبست میخوره و از طرف دیگر شما وضعیت شکننده امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی رو در افغانستان مشاهده میکنید، راه نداره، چاره‌ای ندارید. به خاطر اینکه شما از بحران برایید و عبور بکنید از این مرحله، بسیار ساده‌تر برای شما عرض بکنم، گذار از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب طلب میکنه که شما چنون یک اداره ای را قطعا در افغانستان باید داشته باشید و سرانجامش مردم افغانستان دارای یک نظام مردم سالار باشه. حال که تمام اراده و تمام اختیارات ملت سلب شده بزارم. و جناب دکتر سیبقانی، تمام احترامی که من به ایشان دارم، هیچ نوع حسابدهی و پاسخدهی به ملت شریف افغانستان نداره. وقتی که فرا میرسه بیا جناب دکتر سیبقانی پاسخ بده برای ملت افغانستان، فرار میکنه. این روی حل نیست. آقای آریا، دیده میشه که شما خیلی خوشبین هستین و خواهان اعلام نتیجه هستین، ولی این طرف چالش ها همون تو پابرجاست. ظرفیتی را که حالا شما در کمیسیون ها میبینین، چطور میتونه بین این مشکل نقطه پایان بگذاره که همه طرف ها قناعت بکنن؟ آیا ممکن است؟ قبل از اینکه ما به این پاسخ شما بپردازم، میخواییم که یک اشاره داشته باشم. برای که کمیسیون انتخابات بر اساس فیصله 107 شان 13,000 تن از کارمندایشان که در سر تا سر افغانستان اینا تخطی انتخاباتی انجام داده بودن به کمیسیون صاحب شکایت معرفی کردن. گیر ما امیدوار هستم که جناب اشراق صاحب بحثی که میخواین مطرح بکنن باید در روشنایی بحثی که حالا در اون 13,000 همه در اون هستن، همه در اون شامل از اولست میشن. در رابطه با بازشماری 27 ولایت، اینا گفتن که 27 ولایت را گویا همون کارمندایی که تقلب کردن بازشماری کردن. اینجا اطلاعات از اینا کاملا ناقص هست. یکی ما کارمندای بالمقطع داریم که کمیسیون انتخابات در روز انتخابات 200,000 تن را استخدام کرده بودن، ولی ما کارمندای ولایتی هم در کمیسیون داریم. باز شماری آرا در مراکز ولایات توسط کارمندای ولایتی کمیسیون صورت گرفته. اینجا کسایی که در محلا در مراکز رایدهی تخطی انجام دادن یا تخلف انجام دادن، اونا در باشی بودی چند رئیس و چند معاون همیجه کوتا اون کمیسیون ما 13,000 تنی که کمیسیون گفتم، من آمار را خواستم، من خواستم آمار را با مردم افغانستان شریک بسازم. بفرمایید چند معاون و چند رئیس شده؟ اجازه بدید اگر... چند تا از این رئیس است، مدیر است، این که یک نفر نیست، یک نفر 13,000 کارمند نظر یک مورد دیگه. آقا
اینا به اساس قانون انتخابات آمدن گفتن که 102,000 رای خارج از زمان است، منتفی است. شما که قبول دارین و مردم به یک نحو مشکوک میشه که چرا شما هم رنگ و یا هم نظر با کمیسیون هستین، بر اساس کدام قانون شما پذیرفتین؟ بس نه تنها 102,000 که بس 300,000 را که نامطرح میکنن، بس 137,000 نامه درملوک هست، بارها ما نشان دادیم، درملوک گفته حتی تلاش بر تقلب نشود. مشخصا نمی 102,000 بر اساس کدام ماده قانون باید پذیرفته شود؟ بس اینا که 102,000 کمیسیون در قسمت 102,000 چند تا وضاحت داده. اول این که امی سافت ویری که ساعت را قید بکنه و اپدیت نگاه کنه در قانون نامه، ولی فقط وضاحت بس داده. من میخوام، نه بس قانونش میخوام امرتون بیاین اجازه بدین، من اجازه بدین وضاحت میتم یک ماده قانون در اجازه بدین. در تفاهم نامه‌ای که بین کمیسیون شرکت درملوک و احزاب سیاسی شده که در احزاب سیاسی آقای سعادتی از آدرس استاد خلیلی، جناب اخلاقی صاحب از آدرس جمعیت اسلامی افغانستان، جناب ناطقی صاحب از آدرس حزب وحدت آقای محقق و همونطور همایون جریر از آدرس حزب اسلامی افغانستان، همایون جریر، همایون جریر کمیسیون این اشاره کرده، همایون جریر و همونطور اجازه بدین من بحثای ما میکنم، جنبش اسلامی افغانستان نمایندشان، اینا در تفاهم نامه امضا کردن که سافت ویری که بله این وجود داره. من خدمتتون تفاهم نامه را در خدمت شما لاکست لاکست ما بدون در خدمتتون اما بس زمان ما بس لاکست دو مورد هست، یکی زمان را در انتخابات در نظر نگیر، خیلی مسخره است. اجازه بدین سافت ویری که در می دستگاه ها زمان را اپدیت میکرده به گونه اتوماتیک گیر فعال می ساخته ساعت را، این همی سافت ویر وقت گیر بوده. زمانی که میسون میخواه با احزاب سیاسی را مشوره بکنه که شما آماده هستین که ما همی وقت را شش میزان را به تعویق بندازیم، تمام همی نماینده های کنجا بودن گفتن ما به هیچ وجه قبول نداریم که شش میزان به تعویق بفته، بنابراین شما سافت ویر انستال نکنین، این به گونه با دست عیار شوه. زمانی شما یک تکنولوژی را با دست عیار میکنین، خوب و مشکلات خودش داره. بی‌نظمی زمانی را که او را در ملوک در این قسمت وضعات داده، شما به خاطر بی‌نظمی زمانی نمیتونین 102,000 رای مردم افغانستان را، در حالی که تمام مسائل اونجا روشن هست، آرا به نفع همه نامزد هاست، به نفع یک نامزد مشخص در یک حوزه مشخص نیست، در سر تا سر افغانستان ای آرا وجود داشته، در سر تا سر افغانستان بوده. در ابو 7345 محلی که کمیسیون گزارش دادن، در این 7345 محل رایگیری صورت گرفته در روز انتخابات، نیروهای امنیتی گزارش امنیتی دادن اونجا استخدام شده بودن. اجازه بدین اونجا ناظرین تمام نامزدها در جورنال و در رزلشید امضا کردن که ساعتی که این رایگیری شده بین 7 تا 5 بوده. تصاویری که از محل وجود دارن نشان میده که در این محل در روز این رایگیری شده. آرای بی‌نظمی زمانی نمیتونه باعث شود شما رای مردم افغانستان را باطل بسازین. این وضعیت شما مشاهده میکنین به عنوان یک دسته انتخاباتی و تیمی که حاکم است در حال حاضر، ظرفیتی وجود داره که این مسیر بریم به طرف درست مدیریت کنیم و رئیس جمهور آینده معرفی شه بدون کدام بحران؟ ببینید ما هیچ نوع بحران و بنبستی در انتخابات نداریم. کمیسیون به عنوان نهاد مستقل انتخاباتی حضور داره، مردم افغانستان در شش میزان رای دادن، زعیم خودشان انتخاب کردن. کمیسیون بر اساس قانون، بر اساس ماده بند 4 ماده 87 قانون انتخابات از صلاحیتاش است که نتایج ابتدایی هر چی زودتر اعلان بکنن و ما بریم به طرف نتایج نهایی. هیچ نوع بنبست و بحران وجود نداره. تیمایی که در شش میزان شکست خوردن در انتخابات، اینا میخوان با خلق بحران بر سلام و آب گلالود کنن و ما دلخواه خود بگیرن. هیچ نوع بحران وجود نداره. خیلی ممنون، خیلی ممنونم. اینا نداشتن. سپاس از جناب آقای مصطفی یا جناب آقای مرتضی اشراق و همچنان آقای شاهزمان فرزان. شکست خود طلبای جماعت. با سپاس از شما بینندگان گرامی. ادامه برنامه با همکارم خاطره. با ابراز سپاس از همکارم به این بخش از برنامه خوش آمدید. موارد تکنیکی انتخابات را با ایوب شهریار مدیر برنامه های مجتمع جامعه مدنی به بحث خواهم گرفتم. ما بعد از یک میان برنامه. به ادامه برنامه خوش آمدین. سپاس آقای شهریار از اینکه وقت گذاشتین و برنامه حضور پیدا کردین. چنانچه از آغاز روند انتخابات شما کار کرده کمیسیون مستقل انتخابات را مورد نظارت دارین، نقطه هایی که مورد نگرانی برای شما هم است کدام هاست؟ من نام خدا یک تابه هم تا سلام درود خدمت شما و بینندگان خوب تلویزیون. یک نگرانی ایره که ما قبلا داشتیم در با شماری آرا در 27 ولایت افغانستان نبوده ناظرین نهادهای انتخاباتی و همچنان احزاب سیاسی و کاندیدات ریاست جمهوری بود. حالا بر اساس گزارش که ما فعلا داریم از هفت ولایت افغانستان،
گزارش بر روند عادی و خوب پیش میره و نهادهای ناظر انتخاباتی و شمول مشتبه جامعه مدنی افغانستان، فیفا، تفا، به حزب سیاسی، تیم ثبات و همگرایی دولت‌ساز همه حضور دارن و گزارشی که ما امروز گرفتیم روند با شماره آرا به صورت درستی پیش میره، از این لحاظ قابل نگرانی بیشتر نیست. چالش تازه هم امین است تاکید بر باز شماری آرای 27 ولایت از سوی تکت انتخاباتی ثبات همگرایی، آن هم به دلیل عدم حضور نمایندگانشان در این روند. حالا زمانگیر شده این پروسه که نزدیک 3 ماه از برگزاری انتخابات میگذره، چقدر روی افکار آمه و باور مردم بر همچون پروسه ها خواهد بود و تاثیر بعدش چقدر میتونه که این چون این روندها را صدمه بزنه؟ متاسفانه باید بگیم که معطل شدن نتایج انتخابات ابتدای انتخابات باعث شده که یک نوع خلل در کار مردم ایجاد شده. امروز میبینیم که مردم بسیار نگران هستند. تو شما مثلا میخواین امروی یک صحبت بکنین در قسمت از اینکه خانه میسازه نمیسازه، سرمایه گذاری میکنه نمیکنه. دقیقا همگی منتظر است که انتخابات چه میشه، که آیا کشور رو به بحران میره، آیا که واقعا میتونن در واقع یک 5 سال دیگر با رئیس جمهوری جدید آغاز بکنن. این خودش میتونه یک پیامد بسیار جدی را داشته باشه در اقتصاد کشور، در نظام اجتماعی پیامدهایی را داره و مردم واقعا نگران است و بسیاری میبینیم که وطن را به قصد کشورهای دیگر ترک میکنه، گویا یک فکر میکنه که گویا یک بحران دیگری در این کشور برا خواهد بود و آمادنی خواهد بود. من فکر میکنم که هر چقدر که این روند معطل شوه، این خودش میتونه پیامدهای بسیار جدی را داشته باشه که دولت مدار افغانستان به خصوص کمیسیون مستقل انتخابات و همه قسم کاندیدان رئیس جمهوری و حزب سیاسی این موضوع را باید در نظر بگیره و ملت افغانستان را پیش از این نگران نکنن، به خاطر از اینکه جمع کردن چنین پیامدهای واقعا برای همه دشوار خواهد. حالا ضعف روانی در ادامه ثبات و حکومت باعث افزایش چالش های چون فقر و ناامنی و افزایش گراف جرم های جنایی و سازمان یافته هم در کشور شده، حالا پیامد دوام چنین وضعیتی را شما چگونه پیش بینی میکنید؟ اگر انتخابات اعلان نشود، به اعتمادی مردم نسبت به نظام دموکراتیک بیش از حد میشه و مردمی که اینقدر مثلا 2000 چند فردی که در افغانستان 2000 چند میلیون انسانی که در این کشور در انتخابات اشتراک داشتن، این سقف بدون شک میاد پایین که خودش میتونه یک ضربه بسیار کلانی بر نظام دموکراسی افغانستان داشته باشه. اونجوری که شما اشاره کردین در قسمت اقتصاد و فقر و جرایم جنایی، بدون شک اینا خودش تاثیرگذار است، به خاطر اینکه هر چقدر حاکمیت ضعیف میشه، هر چقدر که باورمندی نسبت به حاکمیت پایین میاد، هر چقدر که مثلا مردم فکر میکنن که گویا در این کشور استبداد حاکم است، ظلم حاکم است، نظام دموکراتیک و آرای مردم در نظر گرفته نمیشه، کمیسیون ها کار خود را به صورت درست انجام نمیده، این باعث میشه که نابهنجاری به وجود بیاد، سرباز زدن از قانون به وجود بیاد، عدم حاکمیت قانون مطرح شد که تمامی از این وضعیت میتونه بستگی به میزی نتیجه انتخابات داشته باشه. تا زمانی که انتخابات به وجود نیاید، در واقع دولتی که شما دارین دولت مشروع نیست. بر اساس قانون اساسی افغانستان حکومت باید از دل مردم برایه. این مردم است که حاکمیت حکومت را تعیین میکنه، این مردم است که رئیس جمهور خود را تعیین میکنه. حالا حکومت اگر به این گونه ادامه داشته باشه و در نهایتش تصمیم گرفته نشه که بر اساس آرای مردم چه کسی رئیس جمهور میشه، این خودش مشروعیت حکومت را زیر سوال میبره که عدم مشروعیت حکومت خودش میتونه بر نظام دموکراتیک و اعتماد ملی صدمه بسیار کلان را وارد بکنه. پس نگرانی جدی که بین مردم هم حالا شکل گرفته در افکار آمه، اگر قرار باشه لجاجت بین شرکای انتخاباتی بر سر حل مسئله و لجاجت بین نهادها بر سر تمرکز بر قانون ادامه پیدا بکنه، فکر نمیکنید که گایندی تاریک و همچنان غیر دموکراتیک را قرین به واقعیت خواهد ساخت؟ بدون شک. حالا وقتی که ما میبینیم چندین بار می تقویم اعلان نتایج ابتدایی انتخابات به تعویق میفته، در این مفهوم است که یک نوع بوگ و مگو بین مردم به وجود میاد، گویا اینکه در اینجا اصلا انتخابات مطرح نیست، اصلا حاکمیت مطرح نیست، اصلا مردمی در اینجا وجود نداشته، آرای وجود نداشته، بلکه همگی روی قدرت چانه زنی میکنن. بنان این روند اگر ادامه داشته باشه و کاندیدا بشن در سر کله یک دیگر بزنن و قانون در اینجا زیر پای شود، طرز عمل ها رعایت نشود، موضوع بایومتریک و مردم و آرا همگی در نظر گرفتن نشود، این خودش میتونه بسیار دشوار بوده باشه. حالا آنچه که شما هم اشاره کردین، مثلا ما که بایس یک شهروند میخوایم در واقع امیر روان در نظارت بکنیم، میبینیم که واقعا ما رو به یک نابهنجاری بسیار خطرناک هستیم. مثلا در شش میزان انتخابات برگزار میشه، تقویم مشخص میشه که چه وقت
نتیجه اعلان شد میبینیم که اصلا نتیجه اعلان نمیشه، هر بار یک نتیجه دیگری به وجود میاد، سلیقه ها بیشتر در اینجا در نظر گرفته میشه که خودش میتونه این وضعیت یک وضعیت کامل وخیمی بوده باشه. ما امیدوار هستیم که دولت مردان افغانستان، بازم تاکید میکنیم، کمیسیون مستقل انتخابات، بخصوص تیمی که دو تیمی که مطرح است، تیم ثبات و همگرایی، همین قسم تیم دولت ساز روی از این مساله تمرکز بیشتر داشته باشه، با در نظر داشت قانون و طرز عمل های حاکم در کشور کار خودشان را پیش ببره. فکر میکنم بیش از این نگران کردن مردم میتونه پیامدهای بسیار خطرناکی را بالای نظام اقتصادی اجتماعی کشور وارد بکنه. از دید شما کمیسیون انتخابات چی راهکار را برای اعلام بدون دغدغه باید مسیر دهد تا از وضعیت شکننده موجود کشور بیرون شود؟ کمیسیون مستقل انتخابات در ابتدا یک اشتباهی را انجام داد، زمانی که بدون از یک توافق تیم‌های مطرح را گرفته باشه رفت به سمت سوی باشماری آرا. مسئله 300 هزار رای را اینا مورد مداخله خودشان چون که باید قرار میداد ندادن و تیم های دیگر به خصوص ثبات همگاری میخواستن که ای آرا باطل شود، به گونه اونها هم توافقش نگرفت، رفت به سمت باشماری آرا. میبینیم که 27 ولایت اینها باشماری کردن، در اونجا ناظرین نهادهای ناظر انتخاباتی وجود نداشت، احزاب سیاسی حضور نداشتن، مثلا تنها تیم دولت ساز و مادر وطن و بعضی از نهادهای دیگری که وجود داشت نمیتونه بازگو کننده شفافیت انتخاباتی رو دعوت کرده بودن بر نظارت. مشکل اینجاست که باید توافق را میگرفتن که چرا اینا به مثلا به سمت باشماری میره. حالا در آخرین وهله میرن هفت ولایت را میخواین باشماری بکنن، نتیجه را و توافق از اینا رو میگیری بسنده نیست. حالا دکتر عبدالله و هم ثبات و همگرایی میگه یو 27 ولایت دیگر سرنوشت چی میشه. من فکر میکنم که در این مرحله کمیسیون مستقل انتخابات از تمام کارکردهای خودش که در 27 ولایت داشته با شماری کرده، باید این تیم ها را در واقع قانع بسازن که از کدام روش ها کار خود را به پیش برده و به این اساس اینا در واقع نتیجه را اعلان بکنن. اگر این روند ادامه داشته باشه باز هم برن به 27 ولایت دیگر با شماری بکنن، من فکر میکنم ما سر دچار یک مشکل دیگر میشیم و انتخابات واقعا به یک زمان نامعلومی به منتهی خواهد شد و نتیجهش را ما به یک زمان نامعلوم به تعویق خواهیم انداخت که خودش میدانم بسیار هم خطرناک و در واقع دشوار برای مردم و دموکراسی افغانستان تمام شد. آقای شهریار سپاسگزار حضورتان در بحث هستم. بیننده عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسم. ممنون همراهی شما، همچنان هستم پاینده باد کشورم.